همینجا با سوت داور بازی آغاز میشه. ترکیب دو تیم رو سریع خدمت شما عرض کنم که در تیم ملوان بندر انزلی حامد نور محمدی، رضا جعفری، افشار صداقت، آرمان اکوان، پدرام قاضی‌پور. ببینیم از این توپ چگونه استفاده خواهند کرد بازیکنان تیم ملوان. داخل محوطه جریمه فرصت هست برای ملوان و توپی که در اختیار میگیره علیرضا جعفرپور. خود جعفری یه بازیکن جلوش ایستاده که نسایی است، کمی عقب‌تر برای مهران احمدی. مهران به میانه میدان، حسین صادقی و توپی که آرام آرام از کنار دروازه جعفرپور به بیرون میره. یه بار دیگه از سمت راست زمین تیم شمس‌آذر بازیکن تیم شمس‌آذر صاحب توپ هستن. عیسی مرادی و توپی که به خوبی دریافت کرد پورعلی، حالا به چپ میبره توپ رو برای قاضی‌پور. خود قاضی‌پور توپی که از همونجا فرستاده میشه و توپی که به بیرون میره. ضربه سری که زده شد و توپی که به بیرون رفت. چی گفت؟ یکی از بهترین موقعیت های تیم ملوان. کمی عقبتر جعفری توپ رو حالا به راست میبرن بازیکن تیم ملوان، میتونه موقعیت خوبی رو اونجا ایجاد کنه. اکوان، خود اکوان به راست میبره توپ رو. یه توپ عالی از بازیکن تیم ملوان، توپی که باز هم گل نشد و حالا از این سمت سانتی انجام میشه. داخل محوطه جریمه فرصت هست برای بازیکن تیم ملوان و باز هم برگشت توپ. کماکان موقعیت هست. اکوان داخل محوطه جریمه، ایدی روی زمین میفته، ایدی و توپ از دست میده. حالا زده حمله برای شمس‌آذر قزوین. عیسی مرادی، خود مرادی، سه بازیکن ایستادن جلوش و توپی که به گل تبدیل میشه. گل رو علی اصغر اعرابی میزنه. غفلت مدافعین تیم ملوان در دقیقه 54. این صحنه آهسته است که میبینید، شوتی که زده شد، صداقت توپ رو دفت کرد. ببینید یک بار دیگه این صحنه رو، توپی که دفت کرد. شمس‌آذر برگشت توپ از مدافعین تیم ملوان. دوباره شمس‌آذری صاحب توپ هستن. اعرابی، خود اعرابی کمی عقب‌تر، یه شوت، باز هم موقعیت هست برای بازیکن تیم شمس‌آذر. خطرناک بود این توپ. چگونه استفاده می‌کنن؟ سبی که فرستاده میشه پدرام قاضی‌پور. فرصت هست برای بازیکن تیم ملوان. پورعلی و توپی که در اختیار میگیره. توپو میگیرن بازیکن تیم ملوان و کماکان موقعیت هست برای شمس‌آذر و توپی که باز هم دفع میکنه. صداقت توپی که به گل تبدیل نمیشه توسط علی آزادمنش. خوبی را زده، موقعیت بسیار عالی. خود آزادمنش و توپی که خطرناک از کنار دروازه ملوان به بیرون رفت. دوباره در میانه میدان بازیکن تیم شمس‌آذر صاحب توپ هستن. توپی که حالا میشه به رحمان جعفری و صداقتی که توپ رو کمی دور کرد و گل دوم حالا اینجا به ثمر میرسه. اعرابی گل دوم خودش و تیمش رو به ثمر میرسونه. علی اصغر اعرابی، ببینید این صحنه رو، میگه رحمان جعفری زد اینجا. اینجا رحمان جعفری توپ رو زد و در برگشت یک کارت قرمز رو حالا مستقیم میده به مربی تیم شمس‌آذر. ببینیم رضا جعفری از این توپ چگونه استفاده میکنه. خود رضا جعفری، کماکان صاحب توپ، دروازه خالی است و توپی که از روی خط دروازه بیرون میکشه. بازیکن تیم شمس‌آذر کماکان صاحب توپ هستن. پدرام قاضی‌پور بیاد به راحتی این توپ رو در اختیار میگیره. حالا ببینیم از این توپ چگونه استفاده میکنه. یه شوت از بازیکن ملوان و میلاد شعبانلو که توپش به بیرون میره. میلاد شعبانلو رو به عقب بیارن توپ رو برای باقری. سانتر باقری، زبی که رنجبری میزنه، خود رنجبری و این توپ هم به گل تبدیل نمیشه. دوباره پورعلی، سانتر پورعلی داخل محوطه جریمه و توپی که جعفرپور به کورنر فرستاد. بسر گل اولشون حرف حدیث هست، همین که گلای آفساید بوده یا نه و اینکه چرا بازی جوانمردانه رعایت نشد. به هر حال کارشناسان داوری باید نظر بدن در خصوص اون صحنه ها. سوت پایان بازی هم اینجا به صدا در میاد.